با سلام و درود احترام خدمت هموطنان، کم کم داریم به جای خوبش میرسیم. البته خودشون دارن میکنن و باید هم بشه، این قانونه، این روال کار هست. زمانی که آیت الله شهید مداری رو حصرش کردن، او بلها رو سرش آوردن، گفتم بدعت گذاشتم برای آیت الله العظمی ها، مراجع تقلید رو از بین بردم و این بدعت خوبی است، چون اینا ریشه 700-800 ساله داشتند. کسی جرأت میبینی آیت الله العظمی حرفی باید بزنه؟ آیت الله العظمی که حکم جهاد بزنست به خیلی کار بزنست بکنه، آمد از تکیه پولیش کرده، گفتم بدعت خوبیست، خیلی بدعت خوبیست. گذشت گذشت، خیلی اتفاقات افتاد تا اینکه پسر هاشمی رو، مهدی هاشمی آمد و خودش معرفی گرفتن و دادگاهی کردن. در اونجا من یک کلیپ گذاشتم به نام موش ها که من خلاصش براتون میگم و بعد ادامه میدم، چون واقعا اینها دیگه به اونجایی رسیدن که باید میرسیدن. آخر هر راه کچ همینه، آخر هر راه بار معروف بیراه آخرش به این چه ها ختم میشه. یه نفر رفت مغازه ای و گفت آقا جون خود مرگ موش بده من. گفت برای چی میخوام خودم بکشم؟ گفت چرا باید دست موش های تو خونه خسته شدم. گفت عجب. گفت بله. گفت تمام زندگی من غارت کردن، بردن نخوردن. گفت خیلی خوب، کار نداره، تو بیا حالا مدتی به حرف من گوش کن. گفت چیکار کنم؟ گفت من هیچی پول ندارم. گفت اصلا پول نمیخواد بدی، تو بیا همراهی کن با من، کارت نباشه، این پول و برو 10 تا قفس بزرگ بخر، بعد که خریدی بیا پیش من. رفت و آمد و خریدم. آقا گفت قفس ها رو جاهای مختلف خونه و حیات اینا بذار و بعد بیا پیش من. رفت این کار کرد و اومد و بعد بهش مقدار مغز گردو و چیچی و چیچی اینا داد، گفت تو قفس بری، در قفس هم باز بذار، وقتی قفس ها پر شد دراشو ببند و بیا پیش من. همین کارم کرد و اینها قفس ها رو گذاشت و توش گردو و اینها گذاشت و اینها موشا رفتن توش. آمد گفت قرآن موشا توش پر شدن و من درشون بستم. گفت از فردا این گردوها رو ببست، صبح به صبح بهشون بده. گفت آقا اینو بشه چاقچله بشم کارت نباشه. مدت دفعش در روز بینا گردو و فلان و فلان و فلان داد، بعد یواش یواش بهشون دلجیگر داد، گفت اینا بده بخورن. اینا دلجیگر رو خوردن و اینو خوردن و اونو خوردن، شد 30 روز 35 روز، گفت دیگه هیچی بهشون نده. اینا چاق چلشون جانش دمون تو بنا، شروع که هم به جون هم افتادن، شروع که هم دیگر خوردن، هم دیگر خوردن و توی اینها هر کنون 4-5 تا موند و اون 4-5 تا رو گفت حالا برشون که توی محیط زندگیت، اونا دیگه به گوشت خوری عادت کردند و نسل موش رو برانداختند. حالا حکایت این هاست، اینا هر جوری خواستن تازوندند تا به جایی رسیدن که دیگه به جون هم افتادند، چون مردم کارش نداشتن، به جون هم افتادند و پسر هاشمی رو بگیرن، اونو بگیرن، اونو بگیرن و هر کس وقتی او که می افتاد فراموش که توی کشتی هستن و یک کشتی سوراخ میکنه، خلاصه کم که همه کشتی زیر آب میره. الان هم این روزها که اتفاقات افتاده، انتخابات سابسید کردن، کارش انجام دادن و افراد معرفی کردن و رد صلاحیت شدن، اینها حتی این شو باشه خب ضربه سنگینی براشون. کسی که 8 سال رئیس قوه قضاییه بوده، 20 سال عضو شورای نگهبان بوده، بعد میان مثلا برادرش رد صلاحیت میدن، کسی 16 سال رئیس مجلس بوده توی مملکت، یعنی هر چی تاله بوده همش رو هوا بوده. احمد 8 سال اینجا رئیس جمهور بوده. جهانگیری برای خودش از ما اول هر خلی هر پخ به کار ندارم، ولی میخوام بهتون بگم که به جون هم افتادن و قطعا خامنه یا مرده یا دیگه توان صحبت نداره و اینا هر کس برای خودش میخواد بزنه ببره. احمد نژاد اینا بیکار نمیشینن، بشینن هم دیگه دیگرا بیکار نمیشینن، چون اینا خواسته که من گفتم یکی 2 میلیون نفر مخالف خاموش تو خودشون دارند. اینها کسایی هستن که مثلا زمان قدیم اولین حکومت اتوبوسی میرفتن سر کار، یعنی اتوبوس میرفتن قبل میرفتن بیرون، بعد یواش یواش که رفتن اونجا مستقیم شدن فامیلاشو سر کار میذاشتن، بعد به خاطر فامیلا اینا رو بیرون نکنند هر چی اون ارباباشون گفتن گوش میکردن، دیگه جناح منا کش بود و ذلیل کسایی بودن که اینا سر کار آورده بودن. الان هم اینطور هست، هم هزینه های سنگینی دارن، هم مملکت رو به باد فنا دادن، پول مملکت همه چی رفته. از اون برم ارباباشون دیگه حمایت نمیکنن ازشون، چون ارباب اینا 4-5 تا هستن، یک شوهر که ندارن، 4-5 شوهر دارن و اونها هم میگن که دیگه شما تاریخ مصرف تموم شده است و باید گوشت رو گم کنید و بروید. باورشون نمیشد. حالا سر این قضیه که پیش اومد، واقعا اینا نعمتی است، اینا شانس خیلی بزرگی مردم ایران بودن. این رد صلاحیت میدونی یعنی چی؟
یعنی واقعا تیشه محکم به ریشه خودشون و ساقط کردن خودشون هستشون. کلاً هیچی نمیتونه باشه واسه تو مردم خودشون، تو آدم خودشون. آدم هستن که اینا رو قبول دارن، فلان دارن، بسار دارن، مبدان دارن. فقط رئیسی هر کسی هم این روزها از پسر خامنه‌ای حرف زد، حتی فوشش داد، دشمن ملت ایران، خائن و مزدور. شک نکنید، شک نکنید. هر کس در هر اندازه ای باشه، از دیگه نداره اینا، شک نیست. میخوام اینو بهتون این هر کسی اومد حتی فوش هم داد بهش، این دروغ میگه و در هر چه باشه با جلو باسن مبارک آقا و امیدواره که اتفاق بیفته. اینا بیشترش اصلاح طلب هستن و بعد اصولگرا. در نتیجه دوستان شمشیر رو هم دیگه بستند و اتفاقات عجیب غریبی رو خواهد افتاد، اتفاقاتی کسی تصورش نمیکنه و اتفاقاتی که قابل پیش بینی نیست، چون اینها دیگه حالا دست سلبی بر نمیدارن، چون حیثیتش لکه‌دار شده، چون دامادش، عروسش، پسرش، دخترش و فک و فامیل. مثلا لاری جانی بیارم تو بازی بیارم، بعد بیارم برو کنار، حالا فرق فرق برسن برش کرده، ولی فایده نداره. اون ضربه رو زدن و اون حیثیت از خودشون بردند. اینا کی هستن پشت پرده؟ باید مشخص بشه. الان تو سپاه شدیدن درگیریه. اون سپاهی که رد سرایت کردن، خب یا قالیباف اینا مشخصه، ولی محسن رضایی رو میارند. محسن رضایی که بعضی آرای باطلب رأی نمیاره، هیچ وقت رأی نمیاره، یا آدم متوهم و مریض، یا آدم واقعا از روح روانی مشکل دار. پس اونا بیکار نمیشین، این روزا مطمئن باشید. خودشون ریشه خودشون رو خواهند زد با تمام قدرت. اتفاقاتی که میفته غیر قابل پیش بینی است، این روزا اتفاق خواهد افتاد بدون شک، بدون بر برگرد. هیچ شک رو دست نکنید. و شهیدان سلام یه زیر آب میکنند که این میگه من و میگه من و این سر زیر آب کردن از هاشمی هم شروع شد و بقیه هم همینطور به هر نحوی باشه میخوانند که از بین ببرن، شاید صورت مسئله پاک بشه. خب کشاورزان اصفهان حسابی بر جلسه شروع کردن و ولم نمیکنن دیگه، اینها پیگیر کار خواهند شد و تو نیروی انتظامی هم خیلی شکاف افتاده که اون دیگه مشخص مهرزه. شهروندان هنگ کنگ حاضر واکسینی شدن نی در مقابل بیماری کووید 19 نیستند. هنگ کنگ دو میلیون دوز واکسن کرونا دارد که ساخت شرکت فایزر است و تا دو ماه دیگر به دوره انقضا میرسد. کمتر از 20% شهروندان هنگ کنگ تا به حال حاضر شدن واکسینه شوند. این در حالی است که این قلمرو آنقدر واکسن دارد که کل جمعیتش رو واکسینه میکنند. گفته میشد که هنگ کنگی ها به دو دلیل از واکسن زدن دوری میکنند. اول اینکه تعداد مبتلا در کشور کم است، دوم اینکه مردم به دولت اعتماد اطمینان ندارند. خب خدمت شما هستم که از هنگ کنگ و بله من که گفتم بعضی گفتم چطور اینها اینجوری گفتم اینا که مدرسه کاندیدوچه هندوی سربسته بودند. حالا قاش که شده مشخصه، بعد حالا دیگه اصلا دیگه تو خودشون حالا به جور هم افتاده و میخوان آقا من میگه من میگه من و هر کی خورده زورش بیشتر است اون دیگه میذاره کنار، که البته زور هیچ کم ایشون نخواهد شد، همه هم دیگه سرشو با هم دیگه میرن زیر آب. خب راجع به این هدیه وزارت ارتباطات هم گفتم بهتون، یک آقای فایل صوتی گذاشت پخش کردم، به هیچ وجه قبول نکنین رو و این 45 هزار سرشون بخوره. بله حالا شاید امروز تا فردا مثلا بیان یکی دونه از اون رو برگردون، من دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره، دیگه ضربه که به خودشون بزنن زدن، نه اونها میان، نه اگه قبول هم کنن به زیاد باشه مثلا تردی چیزی باشن می حرفا نیست. تأکید میکنن پول آبرق به هیچ وجه ندید دیگه، به خصوص برق برق چیر من بدن زر زیاد من میپرداخن سفت وایستین برمیگردن میان دنبال، یعنی دنبالشون کنه حتی تیوری پیداش نشه. خب عجیب به جون هم دیگه افتادن و عجیب، خلاصه این خیلی خوب است، خوشبختی است. خب ببینم خبر جدیدی آخرش چی بوده برات بگم. و جمله هستی که از دوستان فرستنگی برق ایران در 26 دیمای 57 رفت، 42 سال در تاریکی مطلق به سر میبریم، ما رو از تاریکی دیگه تاریکی کوتاه مدت نترسانید. خیلی جالب ماشاءالله بس شما هست باشه.
وقتی اسب‌های توانا اجازه ورود به میدان مسابقه نداشته باشند، هر اولاغی میتواند به پای خط پایان برسه. اینا فکر کردن که اینا دیگه تو ایران قحط الرجال هست و این هر قحطی خواستن بکنن میکنن، اما نمیدونن که آخر اعمال خودشونه، بازخورد اعمال کج خودشونه، دزدی های خودشونه، خیانت خودشونه، جنایت های خودشونه، تبهکاری خودشونه. این آخره حکومت حسن صبا و خیلی حکومت دیگه همینجور شد، با اون همه اهل و طلب و قدرت و نمیدونم چی میگن اون تروریستی که داشت و اون افراد تاریخی داشت، آخر کار چنان از هم دیگه پاشیدن که کسی تصورش نمی کنه به این سرعت از هم بپاشن. هر کس با من، هر کس با من، و بعد من رهبر بشم، من رهبر بشم، من رهبر بشم، و الی آخر که دیدیم حسن صبا به چه سرعت نابود شد و از بین رفت. بله، خب شعارم حاضر کردیم که برای مرگ رهبر اینو داشته باشیم که بعد اگه شد بزنیم. به پایان رسید این دفتر، به درک واصل شد رهبر. این یک شعار منتخب است، شعار قشنگیه. به پایان رسید این دفتر، به درک واصل شد رهبر. این هم به زودی اعلام خواهد شد، شک نمیداره قصه. بله، خب مبارک همین ملت ایران باشه، خودشون ریشه خودشون زدن، خودشون از بین بردن، با باید هم میبردند، چون اینا هر چی که بهشون گفتند با نمیدونم آیه قرآن و حدیث و حکایت آمدن مسمانیش کردن. حالا دیگه از حرف گذشته، روسیه‌ای به شما ها مونده، همین درگیری های تو خودتون، همه تو با هم فامیل هستید، 99% شما هم فامیل هم هستید، خیلی خوبه. مثلا متحری اونجور، اقلاجانی اینجور، اون اونجور، و همه این ها فرق نمی کنه. اینا اصلا کار، هر کاری بود فکر کار انجام میدن. دوستان راجب مسکن میپرسن، راجب دلار و ارز میپرسن، هیچی دوستان دست دولت نیست. بازار ارز رو، ارز و تقاضا خود مردم داره چیز میکنه، بالانس میکنه، کس دیگه نیست تو کار. اینا از حرفا گذشتن، دزدی هم یه روز رو میکنن، وحشتناک رو خواهند کرد، و کی چقدر برده، کی چقدر برده، که من یکیشم رو هم گذاشتم چون بحث دارو هست. و واکسن هم که الان تا جایی خبر دارم اکثرا برخی رفته، اینها اون زمانی که باید باشن جاش نبودن و قطعا مردم استفاده نخواهند کرد، مگر یه عده‌ای بخوان برن خودکشی کنن. دیگه اونا خلاصه میگن که اختیارش از خودشونه، نمیشه چیزی گفت بخواد بره خودکشی کنه، واکسن بزنه خب از بین بره. این یه نوع کار هست، یه دست خودش هست، کسی ارتباط نداره. هر کسی معمار زندگی خودشه، هر کسی برای زندگی خودش میسازه. یکی از آوار سر خودش خراب بکنه، یکی از که نه میگه من نمی کنم این کار، نمی کنم. ایامتون روزگار خوش تا فرصت دیگر.